هنر تبختراشی میان خلق تاجیک از معمولترین هنرهای سنتی محسوب میابد که با ساختن طبق و قاشق و دیگر اشیای چوبین علاقمند است. این هنر مطابق طلبات مردم به طبق چوبین تا به امروز فعال میباشد. در شهر و ناحیه های کشور مردم خوراکای ملی انعنوی شکراب و قروتاب، آش بوریده و چند دیگر را در طبقهای چوبین استعمال میکنند. در زمانهای پیش کار طبقتراشان در فصل بهار اوج میگرفت، زیر آب دریا و جویها بلند میشد. چرخ دستگاه را با خوبی گردان میکرد، برای طبقتراشان باشد خیلی موافق بود. حالا هنرمندان طبقتراش این نوع دستگاه های آبی را استفاده نمیکنند، جای آنها را دستگاه های برقی اشغال نموده، کاری استاهای طبقتراش را خیلی آسان کرده، در همه فصل سال به میزاجان خدمت میرسانند. در نزد ما دیده استودید یکی از طبقه های کلانترین در ولایت قتلان به حساب می رود و این طبق را انا همین استوی که عین حال در نزد ما استوده است امام علی کریمو با دستان خیش ساخت. می گفتید که برای ساختن انا همین طبق چقدر وقت خود را صرف کردید؟ همین طبقی در نزد خودمون استوده است، در نزد شما خود دیده استودید. این طبق را ما در مدت 27 روز با دستان خود با اسباب های تشه فقط تشکاری کرده که همین طبق را من تیار کردم. طبق های مایده در مدت یک ساعت 20 منوت تیار می شود. چه محصولات ها لازم است برای آماده کردن یک طبق؟ برای آماده کردن یک طبق با ما محصولات های مثال درخت چنار، درخت چرمز، زردولو، بید و اسباب های استوکاری که تشکاری میکنیم، کت کرد میگیم با همراه همون اسباب ما همین طبق رو میسازیم. نیازی گفته بود در مولت طبق مایده باشد در بین یک ساعت و بیست منوت، اگر کلانتر باشد در یک نیم ساعت همین رو میسازیم. در این طبق اگر ما قروتاب کنیم میتوانیم 10 کیلو قروت، 20 لیتر روغن، 20 کیلو مثال پیاز یا 30 دانه فطیره که در خانه تیار می شود با همین فطیر همین قروتاب در طبق مایده تیار کنیم. یعنی برای آماده کردن یک قروتاب ما را ضرور می آید که محصولات های زیاد را صرف نماییم تا یک قروتاب آماده گردد. بله، ماه دکتبر در ولایت قتلان ایدی صدا تشکیل شد، ما همجا اشتراک کردیم. در این دی صدا با هم با همراه آن اشتراکچیان نوحیه ما در آنجا قروتاب تیار کردیم با طبق 1.36 قروتابی که مردم همجا خوردن بود. ارزوی طبق تراشی در سینی 55 سالگی همی حواس پیدا شد. ما یک استاد داشتیم ای سری خسور باقی زوغان، همی رفیق بودیم، می آمد می رفت همی جا در آمده در خانه ما همی دکانی طبق تراشی تیار کردیم. یک دو همی خیل ابیکت هایی که غلطی چنور را بریدن ما گفتیم که همی چنور را طبق کندر کن. انا که در بینی سال 2009 بود، سال 2009 بعد 2009 6 سال گذشت، 6 سال پس همه آدم همینجا کار که قطعی بچه های مایده که من ما همین هنه را همین نگاه کده همین هنه را یاد گرفتم. در سینی 55 سالگی استاد طبق تراشی در این یاشی و بچه گی مثال مایده که من در فکر طبق تراشی هم نبودیم. ما فکر میکردیم که طبق این خیلی میتراشم گیردی چنور خطی، یعنی فکر میکردید که مشکل است. بعد که تماشا کردیم نگاه کردیم در سن 55 سالگی همین ذوق طبق تراشی در دل ما جا گرفت. یگان مدام مشکلی نداره، ذوق هوس در کو، یعنی ذوق هوس در جای اول نیست که همین ذوق باشد. اگر هوس داشته باشید مدت 15 20 تا یک ماه را میتونید استوی طبق تراشی تا همین اندازه کارش آسان است. بله، فقط ذوق در کو از تحت دل همین ذوق پیدا شوه و همین استوی طبق تراش هم بگه اگر این تیار میشه در بین 20 روز یا 30 روز.
برای تراشیدن طبق بیشتر چوبی درختان زردالو، چارمغز، چنار و توت را استفاده می کنند. کنده های درختان را بریده در آب مدت طولانی می پرتایند که مغز به مغز چوب از آب تر شود و در وقت تراشیدن نکفد. درخت را بریده کنده آن را از بینش دو تقسیم می کنند. بعد دو کفان کردن کنده خشک را یک چند مدت به آب می گذارند که تراشیدنش آسان شود. کنده حجمش 40 و 50 سانتی متر را با تیشه چهار تراش می تراشند. این تیشه برای شکلن آماده نمودن طبق استفاده کرده می شود. شکل طبق که آماده گردید سپس با تیشه خور داخل آن را تراشیده و دستگاه حرارتی نصب می کنند. وظیفه دستگاه تاب دادن طبق نیم تیار می باشد. برای دور زدن استاد با آلات مخصوص یعنی کچکارد گرد طبق را داشته می ایستد. بعدن برای آرایش طبق تراشه خوردکه که را به طبق چرخ زنان داشته می ایستد که از آن خطهای حاصل می شود که آن به چشم خیلی زیبا و جالب می تابد. در انجام کار با آن چربوی گوسفند یا روغن زغیر می مولند که طبق را از کفیدن امین می دارد. هنر طبق تراشی از زمانهای پیش در جمهوری تاجیکستان معمول ترین هنر به حساب رفته تا به امروز مقام خود را گم نکرده است. طبق را بیشتر برای گرفتن خورش و خوراکهای گوناگون استفاده می کنند.